سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال پرژن ریویو خوش اومدین. فکر میکنم همه خبر کنسرت جدید امیر تتلو توی آنتالیا ترکیه رو شنیده باشن. طبق معمول که هر موقع میخواد تتلو کاری انجام بده، چه آهنگ بده، چه موزیک ویدیو، حالا چه کنسرت، همه میدونیم که حاشیه خیلی زیادی رو به دنبال داره. بعضی میگن که این حاشیه رو خودش درست میکنه برای اینکه توجه بیشتری بتونه بگیره، و بعضی میگن نه، به خاطر اینکه حالا دنبال فکت و حقیقت، این حاشیه خود به خود به وجود میاد. و نمونه خارجی هم زیاد داریم، کسایی که خب توی سطح بین المللی فعالیت میکنن مثل کانیه وست یا حالا رپرهای دیگه، و میدونیم که اونا هم خیلی حاشیه های زیادی دارن، هم سر در واقع رابطه هایی که دارن، هم کارهایی که انجام میدن توی موزیکاشون و ویدیوهاشون. میخوام بگم که یه چیز طبیعی همه جای دنیا، و این بار هم دوباره سر این کنسرت حاشیه خیلی زیادی ایجاد شده و انگار که پلیس اومده اونجا. و چون کنسرت امیر تتلو چیزی هست که خیلی سر و صدا میکنه، طبق معمول همه میگن که این اتفاق به خاطر من افتاده. حالا دوست دختر امیر تتلو این ادعا رو کرده این بار، و ما میخوایم بررسی بکنیم که ببینیم حق با کیه. کاملا هم بی‌طرفانه این کارو میکنیم، چون دوست دختر امیر تتلو که یه مدتی هست باهاشه، یه سری ویدیو از خودش منتشر کرده که میگه این قضیه پلیس اومدن به خاطر من بوده و تتلو این مدت خیلی من آزار اذیت کرده توی خونه ای که باش بودم و چیزایی از این دست. میخوام بریم ویدیویی که گذاشته و خبرایی که توی جای موثق وجود داره با هم بررسی کنیم، ببینیم که ماجرا از چه قراری بوده. یه مدتی میشه که تتلو با یه فردی توی رابطه است که خب جزء سلبریتی ها نیست. فکر کنم معروف ترین کسی که در واقع همین تتلو باش توی رابطه بوده سرقرشی بود، که یه مدتی هم خیلی جنجال به پا شد و در واقع اون رابطه هم وقتی تموم شد سرقرشی شروع کرد یه سری چیزایی گفتن، البته خب خیلی کمتر، که حالا همین تتلو خیلی بهش زور گفته و ظلم کرد و اینجور حرفا، و تتلو هم از اون سمت گفت که سرقرشی ازش سوء استفاده کرده، یعنی از دو طرفش بود. و حالا خب تتلو توی ویدیویی که تو کانال یوتیوبش میذاره معمولا کسی که باهاش تو رابطه هست رو میاره، و حالا یه ویدیویی ازش منتشر شده بود چند مدت اخیر توی خود کانال یوتیوب امیر تتلو بود. بریم اول اونو ببینیم. اولا که من راضی نیستم که شما بچه دار بشی، یعنی که بدنت قلمبه بشه، خسته بشی، مهما بعد گلی پدرت در بیا سنگی میکشی بعد رو بیان یا پارت کنن یا حتود یه دو بچه بکشن بیرون. ولی خب من الان بچه پوستان یه همون درمش رو تنبا میکنم، همین که بعدش ورزش میکنم. خب نمیدونم میدونید یا نه، تتلو خیلی روی این حساسه، که مخصوصا وقتی یه تعداد زیادی آدم دارن میبیننش، که طبیعتا وقتی ویدیو میخواد بذاره تو کانال یوتیوبش همچین حالتیه، دوست دخترش رو خیلی نشون نمیده یا میگه باید حجاب داشته باشین. الان هم که میبینید که دست روی چشماش هم حتی گذاشته و فقط صداش داره میاد. با سرقرشی هم این کارو میکرده که میگفت باید حتما حجاب داشته باشه وقتی میخوای جلو دوربین بیای، و الان هم انگار داره راجع به این که من نمیخوام بچه دار بشیم و اگه حالا خودت بخوای و بحث حول همچین چیزی هایی بدامش ببینیم. ورزش میکنم یکم عقبش هم بهتر میشه، که گفته این همه آدم ورزش کار که بعد زایمان هیکلشون درست استفاده باره. حالا مثلا ریانا، مثلا کاری جنر فلا باشه، حرف شما منطقی، ولی منظورم این که این درخواست من نیست. من به تو نگفتم او تو چون نه من خودم واجبه بچه، من بچه هم نه من بچه نمیخوام. من اگر قرار باشه که شما رو تو ریسک این که خطری برات ایجاد بشه یا بدنت خراب بشه قرار بدم به خاطر اینکه بچه دارم بخواد، نه من این کارو نمیکنم. خودم عاشق بچه هم، مخصوصا عاشق این که بچه همی تتر باشه. خب به نظر میاد که اینجا همه چیز خیلی خوبه، و حالا این دخترم که ما نمیشناسیمش داره میگه که من خودم میخوام بچه دار بشم، بچه همی تتلو خیلی برام افتخاره که در واقع من صاحب مادرش باشم و اینجور حرفا، و همه چیز انگار خیلی خوبه دیگه. بریم حالا ویدیوهای افشاگرانه ای که بعد از اینکه کات کرده رو کات کرده گذاشته رو با هم دیگه ببینیم. من نمیدونم چجوری ممکنه که از یه حالت عشق عاشقی اون شکلی ظرف مدت خیلی کوتاهی دفعه دوست دختر این نفر بیاد بگه که حتی آهنگاشم گوش ندین و اینجور حرفا.
حالا بعد ببینیم کامل ویدیویی که گذاشته رو، ولی همینجا یکم مشکوک میزنه واقعیتش، چون که من نمیتونم قبول بکنم که توی یک مدت خیلی کوتاه یه دفعه بخواد این همچین جهشی اتفاق بیفته. یعنی یا حداقل تو اون ویدیو بعد یکم ملوتر بود، ویدیو اولیه که داشت میگفت من خیلی دوست دارم صاحب بچه همی تطل بشم، حداقل اون حرف رو نباید میزد، یا اینکه الان اینقدر شدید یه دفعه ویدیو افشاگرانه نمیذاره. شاید ببینیم حرفاش چه حرفایی در واقع میزنه، شاید قانع کننده باشه. اصلا نمیشه چیز توصیف کردنی برای هر روزالگی و ناموس بودن و آشغال بودن یک آدم نمیشه مثال زد. کسی که آرزوی مرگ مادر خودش رو سر سال تحمیل میکنه، میگه که من منتظرم فلان مادر بمیره تا درای خوشبختی به پس باز بشه. خب این که خیلی نمیتونه ملاک باشه، یعنی صدمه ای به این فرد قطعا نزده با این حرفش. یه اعتقادی داره خیلی ها هستن که در واقع پدر مادرشون ممکنه که پدر مادر خوبی نبوده باشن و بچه هاشون به هر دلیلی بخوان همچین، حالا این خیلی شدید شاید باشه آرزوی مرگ یه نفر، ولی به هر حال فکر نمی کنم به خودی خود همچین چیزی فکت باشه برای اینکه یه نفر بخوایم بزنیم. چون ما حتی مورد داشتیم که یه پدری در واقع فرزندش رو کشته، حالا یا یه مادری، و این که حالا فکتی نیستش. خود تطلان بارها اینو گفته که در واقع خیلی از پدر مادر بچه هاشون رو آزادی بهشون نمیدن و همین ضربه میزنه به بچه هاشون. یه آهنگ هم فهم میکنم قبلن خیلی قبل ترها داشت که اسمش مامان تو بود، دقیقا راجع به همین مسئله بود. بریم ادامه حرفاشو بشنویم. این آدم ولی سلیم و بدبخترین و خب تا اینجا که چیز خاصی واقعیتش نگفته، یعنی یه سری فوش داره میده. اگه بخواد ثابت بکنه که واقعا بلای سرش اومده، یعنی منم کاملا بی‌طرف موضوع رو قضاوت میکنم، ولی اگه بخواد ما احساس بکنیم که حق باشه بعد یه سری فکت بگه. تا اینجای ویدیو هیچ حرفی نزنه، یه سری فوش و اینکه حالا به مادرش یه چیزی گفت و اینجور چیزا نمیتونه نشون دهنده این باشه که بدی در حق یه نفر دیگه کرد. حالا ببینیم ادامه این ویدیوشو، ببینیم شاید یه چیزی بگه. این آدم روانیه، منو دو هفته تو خونه 20 سالش حبس کرده بود توی اتاق انزندان، مثلا فضا میوردونه گذاشت. خب این که نمیتونه راست باشه، یعنی توی حداقل اون ویدیویی که با هم دیگه هستن توی اتاق نیست این فرد، یعنی توی حاله، پس توی اتاق حبس نبوده. بعد غذا هم که فکر نمی‌کنم هیچ زندانی باشه که غذایی تو این سطح بخواد به کسی بده، چون همه می‌دونیم که آشپزی همه تطلو فقط غذای در واقع وگن می‌ذارن، یعنی سرو میشه کلا توی خونه همه تطلو، و خب این غذا هم غذاهای آنتیکی هستن، کمتر هر کسی نمی‌تونه همچین غذاهایی رو فراهم بکنه، چون حتی شاید در بعضی از مواقع از گوشت و مرغ و اینا هم گران‌تر بشن، چون خیلی حالت خاصی دارن و کمیابن. و بنابراین تا اینجا نه تنها فکتی نگفته بلکه هر چیزی گفته به نظر من به ضرر خودشه. حالا باز بریم ادامهش رو ببینیم. تجربه کرده و اینکه گوشیمو برداشته خورد کرده به زور از و اصولی. خب فهم میکنم الان گفت به زور منو کچل کرده. اگه به زور کچل شده، خب تو همون ویدیویی هم که با امیر تطلو خیلی حالت سرمستانه ای داره اونجا هم کچله، بعد فهم کنم لایو هم بود، تقریبا مطمئنم که لایو بود اون ویدیویی که امیر تطلو با این در واقع دوست دخترش گرفت، میتونست همونجا لایو بگه که نه مثلا به زور منو کچل کرد امیر تطلو، نه که اونجا بیاد بگه که من دوست دارم از امیر تطلو بچه دار بشم. این کاملا یه تناقض زیادیه. من تا اینجای کار حق با امیر تطلو میدم توی این موضوع فقط دیگه، و هیچ فکتی تا حالا نگفته که منو قانع بکنه. و گفتش که اگه نقش بازی نکنی که خوبی جلوی نوازنده ها نمیدونم جلوی بقیه تا کنسرت نیای گربه هاتو میکشم. این آدم میگه گیاهخوار، تو گفت خوردی هر روزاده این روزه بی همه چیز تو گیاهخواری. من واقعیتش باورم نمیشه امیر تطلو گربه بخواد بکشه، شاید آدم بکشه یه روزی ولی گربه قطعا نه. چون ما دیدیم دیگه اون ویدیوش با پیشرو که اونم لایو بود سر یه پشه چه بحثی را افتاد، یعنی پیشرو زد یه پشه کشت و چه بحث طولانی را افتاد سر اینکه چرا پشه را کشتی. من اینم باور نمی کنم که یه نفر بخواد گربه امیر تطلو بخواد گربه کسی رو بکشه. صد تا قربون سگ و اسب و شغال خودت رو بکنی تو گیاهخواری که دختر مردم میگی مثل حیوان میزنی.
خب هورمون هم که میتونه هورمون گیاهی باشه، یعنی تناقضی با گیاهخواری نداره. و حالا اینجا بعد اول ما گفت که میزنی، خب میدونید اگه در واقع پزشکی قانونی شما برید و مورد ضرب شد قرار گرفته باشه، خیلی راحت میتونن تشخیص بدن فعلا که توی چهرش هیچ چیز کبودی وجود نداره و چیزی هم نشون نداده. حالا اولین ادعایی که کرده که در واقع به نشون میده که امیت عطال خب یه کاری انجام داده و ظلم کرده به این فرد، اینه که زدتش. بعد خب اینو ثابت بکنه به این نحوی توی ویدیو. این آدم حیوانی آدم چیه؟ حیف حیوان آدم اصلا نمیشه توی این ازش این آشغال بی همه چیز. برای اینکه مثلا تو خواهش میکنم به سمت این آدم مریض روانی نری. من یک فاصله تتو رفتم پیشش و زندگیم سیاه شد. تو دو هفته پرده گوش من پاره شده، دندم آسیب دیده، بو برداشته، همه این هم کبوده، سرم کلا کبوده. خب سرم کبوده میتونه الان سرشو نشون بده چون ما کبودی نمیبینیم. و من خودم تجربه گوش درد دارم، اگه گوش درد داشته باشه یه نفر باید مسکن بخوره و بخوابه، اینقدر دردش چیز روی مخیه. نمیدونم چجوری کسی که پرده گوشش آسیب دید و دندش موبرداشته الان اینقدر راحت داره لایف میگیره، اصلا منطقی نیست. و کبودیاش هم نشون نداد به ما. تا اینجای کار من کامل حقو برمی‌تطلب میدم و اگه واقعا اتفاق افتاده باشه خیلی راحت میتونه بره پزشک قانونی ترکیه و موضوع پیگیری بکنه، که من تقریبا مطمئنم که پیگیری انجام نمیده. فیلم گوشام رو واسهتون می‌ذارم که بلای سرم آورده بود. دو هفته من حسرت تو اتاق که وقت من نتونم بیام ازش شکایت کنم. خب اگه الان گفت فیلم پرده گوشام می‌ذارم، اگه می‌خواست بذاره همین الان میتونست نشون بده، نیازی نبود که توی وعده‌اش توی ویدیوی دیگه بده. من همین به نظرم خیلی شک برانگیزه. حرفش کتک و جنگ اعصاب و مثل زندان واقعی کسایی هم که پیشش موندن واقعا برن. خب من فکر نمی‌کنم خونه امیر تتلو واقعا زندان باشه، با اون وسعت و اون حجم از امکانات هر جایی میتونه زندان باشه، ولی خونه امیر تتلو نمیشه در واقع تشبیهش کرد به زندان. نظر من بدبخت‌ترین و دشوارترین آدم رو کره زمین هم که کنار همچین آدم بی‌ناموس بی همه چیز در زندگی می‌کنن. نه اینکه من و کل زندگی خونه این آدم مسئله تتو گربه هم همه یه زندگی گوشی باشی کنده اینجا پرده گوشی هم پاره کرده دنده هم سیده و من از نظر آدم شکایت کردم این روز و میخوام بگم که تو آخرین لحظه که باید مرگم شده پیش میبرم اون شکایت رو و از کوچکترین چیزی هم نمیترسم و یه بلایی من سر این آدم خواهم آورد که دیگه سلطان سلطان در گوشنش نبندن که بخوان. خب گفت که شکایت کردم، اگر شکایتش در واقع خب شکایت از امیر تتلو قطعا خیلی خبری میشه، یعنی توی رسانه ها پخش میشه. اگر راست گفته باشه بعد تا چند روز آینده یا حتی همین امروز شاید بعد خبری ازش میومد، در صورتی که هیچ خبری تا الان ازش نیومده. و اون قضیه پلیس اومدن دم در کنسرت امیر تتلو، خود امیر تتلو براش پست گذاشت و گفت که یه سری از طرفدارها داشتن شلوغ میکردن یا یه جر و بحثی شده، خلاصه ربطی به دوست دخترش نداشته اون پلیس اومدنه آنتالیان. و اگه واقعا یه همچین چیزی وجود داشت پلیس میگرفت امیر تتلو میبرد، دلیل نداره که نبره. بنابراین من خیلی بعید میدونم که حق با این فرد باشه، چون یه چیز خیلی معمولیه اینکه یه دختری حالا به یه آدم معروفی نزدیک بشه و بعد بخواد با حاشیه‌اش خودش رو بالا بکشه، یه اتفاقی که تو کل دنیا میفته. و خب به هر حال ما همه در امیر تتلو میشناسیم اخلاقیاتش اخلاقیات خاصیه و یه مدل خاصی زندگی میکنه. اگه کسی مشکلی داره میتونه که نره اونجا. وقتی که کسی میره اونجا و توی لایوی میاد میگه من دوستان بچه دار بشم ازت و بعد میزنه زیر همه چیز، من واقعیتش نمیتونم حقو بهش بدم. و هیچ فکتی هم نگفت، هیچ کبودی نشون نداد، صورتش که کاملا سالمه، گفت کلم کبود شد نشون نداد، پرده گوشش هم نشون نداد، پاشم اصلا نشون نداد. بنابراین من در مجموع تا اینجای کار با این چیزایی که دیدیم و این ور اون ور خوندیم حق رو کاملا به امیر تتلو میدم در این موضوع. و به نظرم که فقط در واقع دخترم خواهد از امیر تتلو سوء استفاده کنه و بیاد بالا.